عزیزان، در این درس میخوام راجع به گروه براتون صحبت بکنم. توی اوتلوک وقتی توی پیپل هستید میتونید بیاد گروه انتخاب بکنید، یعنی بیشتر از یه نفر رو توی یه گروه دستبندی میکنید و بعد موقعی که میخواید بهشون ایمیل بدید به راحتی میتونید گروه رو انتخاب بکنید و به تمام اون آدمایی که تون گروه به خصوص مشخص کردید ایمیل بفرستید. این بهتون کمک میکنه که مثلا دوستانی رو که دوست دارید رو توی یه گروه بذارید، همکاراتون رو توی یه گروه و همجوری دستبندی بکنید، کانتکت هاتون رو یا کسانی رو که اطلاعات تماسشون رو سیف کردید. اگه بزنم بر روی نیو کانتکت گروپ میتونم بهش اسم بدم، مثلا من دو نفر رو اد کردم، هر جفتشون آمریکایی هستن، در نتیجه اجازه بدید بزنم امریکن و بعد میتونم اد بکنم اینجا از سه روش، یا اینکه از توی کانتکت هایی که توی اوتلوک هست یا اونایی که توی ادرس بوک هست، یا اینکه ایمیل جدید بدم. اجازه بدید از آخری شروع کنیم. اسم طرف رو می نویسیم، ایمیلش رو می نویسیم و بعد که نوشتیم اگه دوست داریم توی کانتکت ها اد بشه اینو اجازه میدیم که همین شکلی بمونه انتخاب شده، اگه نه برش دارید و بعد اوکی بزنید کنسل میکنم. اگه بزنم from address book، همینجوری که میبینید توی address book کامپیوترم میاد میگرده، ولی چون address book کامپیوترم فعلا با کانتکت های داخل Outlook هم یکی هست، درنتیجه اگه اینجا هم کلیک بکنم همون لیست رو میبینم. میتونم البته بیام اینجا انتخاب بکنم از توی آموزگار DK هر کسی رو که اومده توی address bookش سیف شده رو نشون بده، چون کسی رو نداریم در نتیجه هیچ کس اونجا نیست. میتونم هر چقدر که دوست دارم اینجا انتخاب بکنم آدم رو، یا تک تک انتخاب کنم بزنم members، یا اینکه shift رو نگه دارم و بعد کلیک بکنم، یا اینکه حالا control نگه دارم کلیک بکنم و بعد انتخاب که کردم همه رو بزنم members و بعد okay. میبینید که عضو میشن اینجا جز به لیست امریکن. میتونم بزنم save and close. اگه دوست نداشتم که سیو بشه میتونم بزنم دیلیت گروپ. اگه بزنم فورورد گروپ میتونم ایمیل بکنم، حالا یا به صورت وی کارت یا به صورت اوتلوک کانتکتس که یه فایل درست میشه، و بعد که انتخاب کردم میتونم ایمیلش بکنم همینجوری که میبینید کنسل میکنم. میتونم نوت بنویسم، یا اینکه ممبری رو یا ممبرهایی رو انتخاب کنم و بعد بزنم ریموو. میتونم آپدیتش بکنم، به روز رسانیش بکنم، میتونم باشون در ارتباط بشم، حالا یا ایمیل بهشون بدم یا میتینگ باشون بذارم. ایمیل رو که اگه بزنید بهتون میگه که ابتدا بایستی سیو بشه و بعد این کار رو انجام بدید. اجازه بدید سیوش کنم. میبینید که اینجا امریکن رو داریم، دابل کلیک میکنم که باز بشه. حالا میزنم ایمیل، میبینید که ایمیل میتونم بهشون بدم. اگه بر روی این مثبت اینجا کلیک بکنم اعضای درون اون گروه رو بهم نشون میده. مطمئنی؟ اوکی. میبینید که نشون میده. کنسل میکنم. میتونم میتینگ باشون بذارم. تاریخ بدم، استارت تایم اند تایم، شروع میتینگ، انتهای میتینگ، و بعد براشون اون میتینگ رو بفرستم به صورت ایمیل دریافتش میکنند. میبینید؟ حتی میتونم برنامه زمانی بهش بدم، اسکایپ میتینگ بذارم که باشون روی اسکایپ صحبت بکنم و بقیه گزینه‌ها اجازه بدی کنسل کنم. توی تگز ها میتونم فالو آپش بکنم، انتخاب بکنم که فلگ مسیج بشه، این فلگ رو روی مسیج رو براشون بذاره، یا اینکه اد ریمایندر بذارم براشون، حتی که این ریمایندر در چه روزی در چه ساعتی اعلام بشه کنسل میکنم. و بعد هم میتونم پرایوتش بکنم یا خصوصیش بکنم که بعد از اینکه کار را انجام دادم سیوش میکنم و گروه ما سیو میشه. هر چند تا که گروه بخواید میتونید سیو بکنید. برای فرستادن ایمیل به گروه یکی از راهش این است که گروه انتخاب بکنید، بر روی این ایمیل کلیک بکنید، میبینید که میتونید ایمیل بفرستید بهش. میتونید دست راست کلیک بکنید و از توی گزینه ها انتخاب بکنید برای تغییرات، از جمله دیلیت کردن، یا اینکه مووش بکنید به یه فولدر دیگه، یا کپیش بکنید به یه فولدر دیگه، فالو آپ بش بدید، یه میتینگ براش در نظر بگیرید، فوروارد بکنید کانتکت ها رو، حتی ادیت بکنید کانتکت ها رو، و بعد یا اینکه پرینتش بکنید و یا کپیش بکنید. یه راه دیگه استفاده از
گروه ها برای فرستادن ایمیل تو خود ایمیل هست. اگه بیام اینجا و بزنم نیو ایمیل، میتونم شروع کنم به تایپ کردن اسم اون گروه. میبینید؟ من اجازه میده که انتخابش بکنم و بعد ایمیل های توش رو میتونید ببینید که هر دوتون آدمی رو که اینجا سیف کرده بودیم رو به اون نشون داد. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.